به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و درود خدمت تمام هموطنان عزیز. امیدوار هستم هر جای دنیا هستین خوب و جور و صحتمند باشین. هموطنان عزیز، برنامه همگام با مستوره هست، قسمی که همیشه همگام با ما بودین، امروز هم همگام با ما باشین. و امروز در کنار من یک شخص است که چند بودی است، گفتی خودشان میگه من یک شخصیت چند بودی دارم. قسمی که من گفتم چند بودی، منظورم از این است که در هر کاری که اونا را بندازین یاد داره که انجام بده، یعنی هیچ کار را نه نمیگه و در هیچ کار نیست که بلد نباشم. هم دکتر هستن، هم شاعر هستن، همچنان استاد پنتون هم هستن، از استادای شوخ هستن. مقصد سرما قار نشه که من چرا شوخ کردی. امروز در کنار من دکتر سا شفیع الله نصرتی در کنار من هستم، گفتم شاعر هم هستن، نویسنده هم هستن، اما شعر می نویسندگم، همچنان استاد پنتون هم هستن. من از استادای پنتون زیاد گله داشتم، من نیمانه شوخ کنن، امروز از اینا کل گله گیره می کشم، گیمه که بازی میکنم خوب جزا میتونم امروز. سلام دکتر سایف، خوب هستین؟ زنده باشین، تشکر. من هم سلام تقدیم میکنم برای شما و به بیننده های عزیز. امیدوار هستیم که شما و بیننده های عزیز لباس صحت و عافیت بتن داشته باشین و روز و روزگارتان بخیر میگذرین. بخیر باشین دکتر سایف. من زیاد دول تعریف تو نکردم. خواهش میکنم، کوچک نوازی کردین. نه منظورم از کاش کور رقم می بودیم. نه قسم خواستین، من میخواستم بگویم که من زیاد تعریف کردم ولی هنوزم کم بود. خواهش میکنم، خواهش میکنم، خیلی بیشتر گفتین. مرد کلی گفتن دیگه است آرام گپ بزن، آرام گپ زدن به معنی اینکه تست دیگه گپ نزن، به خاطر گپم کات میخورن. خب دکتر سو، امروز ما اصلا روی کار صحبت نمیکنیم، یعنی تبابت نیست، تبابت نیست، صنف پانتون نیست، شاعری نیست، کل هیچ چیز نیست، هیچ چیز نیست، فقط زندگی شخصی تان هست. ولی بعضی خاطرات از این دوران می داشته باشین، چون این خاطرات برمیگرده به زندگی شخصی تان، به زندگی که درش نقش دارین. پس شروع کنیم؟ درست است. پیش از اینکه من سوالات من شروع کنم، میخوام چون من در اول برنامه در مورد استاد، در مورد دکتر صاحب صحبت کردم و گفتم که یک شخصیت چند بودی دارن، میخوام این شخصیت چند بودی را خودشان به تصویر بکنن، خودشان یک بار معرفی کنن خدا. بله، قسمی که شما گفتین، شما خیلی زیاد گفتین، کوچک نوازی کردین، ذره نوازی کردین، کاش کو رقم می بود. اما من دکتر شفیع الله نصرتی هستم، متخصص امراض داخلی عمومی و استاد فاکولته طب و بعضا شعر هم می نویسم. حدودا 12 سال میشه، تقریبا 27-28 سال سن دارم. در شهر کابل به دنیا آمدیم، در یک خانواده متمدن و در یک خانواده روشن فکر و تعلیم یافته. پدرم هم استاد عتیق الله نصرتی، خداوند مغفرتشان کنه، استاد پنتون کابل بودند که فعلا به حق رسیدند. در مورد بیوگرافی استاد دانستیم و حال صحبت‌های ما را شروع می‌کنیم و سوالات که من در ذهنم دارم. استاد گفتین در ولایت کابل تولد شدید. بله، در شهر کابل تولد شدین. اصلا یعنی از فامیل مذهبی کابل هستین؟ تقریبا کابلی دیگه. اصلا ما از ولایت دنگرار شهر جالباد هستیم. بسیار. اما زندگی خود ما، زندگی پدر و مادر ما، زندگی تمام فامیل در کابل سپری شده، تقریبا کابلی شدیم دیگه. چک شهر زیبای چی میگن همیشه بهار. بله. که فصل فصل رفتن به طرف جلال آباد، امیال وقتش است، امیال وقتش است. بله. من دوستایم که در جلال آباد هستن آماده آمدن ما باشین، دیگه مقصد من آمدنی هستم. شما چطور دکتر سایم میرین؟ بله بله، بازم میرین. پس شما برشان بگوین که آماده باشین. از ما آماده هستن. امروز شاید من زیاد امرتون شوخی کنم، وقت رازی که مرا هم مگی میگن که مسئول تو خیلی شوخ هستی و من فکر میکنم که زندگی بدون شوخی امکان نداره. بله. باید شوخ بود تا که زندگی رونق بگیره، تا که زندگی درست شد. خب دکتر صاحب، بیاییم مزی صحبت کنیم که من در مورد دکتر صاحب بسیار گفارم میفهمم، بسیار گپارم میفهمم که یعنی امروی دکتر صاحب برنامه زیادی داشتم و در مورد زندگی شخصیم کم و بیش معلومات دارم، ولی معلومات را که من دارم تمام هموطنان ندارن. بله. قدم اول میریم، قدر شخصی میسازیمش که ازدواج کردین یا نه؟ بله، خیلی شخصی ساختینش. خیلی شخصی. قدر زود. قدر زود. بله، خیلی شخصی ساختینش. من فعلا نامزد هستم. بسیار عالی. هنوز ازدواج نکردیم. چلا نداد هستم. بله بله، چلا داد هستم. بله. میفهم که اگه چلا نپوشین خانه رفتم نمیتونه. همین قسم هستم؟
نیو رقم هم نیست. گاهی شده که یک بعضی در بعضی موارد، یعنی مثلا دختر خانم ها زیاد حسود هستن. بله. میگه چیزی که از ماست تنها از ماست. بله. این رقم میده کل دختر خانم هستن. گاهی شده سر کدام موضوع جنجالتان بخیر جنگتان بخیزه؟ ولی تو خاص کدام موضوع فکر نکنم، من یادم نمیاد که خاص کدام موضوعی باشه که جنجال شده باشه، اما تمام زندگی با تفاهم پیش میره. اگر تفاهم نباشه خوال دو نفر یک نفر یکی دیگر باید بله. انتخاب نکنن بالاخره نامزد نشه. جنگ نمیشه دکتر صاحب. خب خیر بعد از ازدواج باز جنگ هم خود کردن و قبل از او خدقل نکنن. بعد از زیاد خواد شد یکم خورده بیشه زندگی حتما مشکلات میایه، حتما بعضی حرفا پیدا میشه، اما آدم باید کوشش کنه که حرفا نباشه و زندگی خیلی مسالمت آمیز و محبت پیش بره. بسیار دکتر صاحب میگن که جنگ نمک زندگی است. نه خنده نمک زندگی. حالا من یکان مزه مطلب شما بانید که دکتر صاحب میگن جنگ نمک زندگی است. ایرا خودم از خود کشف کردیم. اینال شما در مورد کسی که این موضوع رو میگه که جنگ نمک زندگی است شما چی گفتنی داری؟ آیا نمک به صد مفید است یا نقص داره؟ خب شما اگر از هر دکتر پرسان کنین که نمک به زندگی مفید است، یعنی حتما برتان میگن نه خیر مفید نیست. فشار بلند خون که باعث سکته قلبی میشه، علت استفاده بیشتر نمک است در قدم اول. هر چیز در حد توازن است. شما میفهمید که زندگی مجموعی از خوشی ها و غم ها و آسانی ها و مشکلات و دوستی ها و دشمنی ها و قهر ها و خنده ها، همه چیزها از دیگر اول معمول است. تبعیض زندگی همه چیز وجود داره. زندگی یک نواخت ناممکن است پیش بره. دکتر شما خود درست میگین، اما یک موضوع است که میگن تا که مثلا همین مشکلات را نبینی قدر راحتی را نمیدین. بله پس در هر رابطه هم همین قسم است. خب از این رابطه میبرایم بیرون، میریم در یک رابطه دیگه. بله. میریم برمیگردیم به دوران طفولیتتون، وقتی شما بله. خیلی خرد بودین، خیلی کوچک بودین، نازدانه خانه بودین، حالا بله. شاید باشین خب یعنی بله. وقت زیادتر بودین بله. اسمتان چی اسم رویتان مانده بودن، هر کس از ناز یک اسم را صدا میکنن و همچنان یکی از بازیای امو دورانتان بر ما بگین. زمانی که البته یاد خود آدم خونه میه او زمان بی طفولیتش، از اون زمانی که قسم میکنن مادر جانم میگه تو را ما بچه گلقند میگفتیم. بچه گلقند؟ بله ما تو را بچه گلقند میگفتیم و در همه تمو جایی که زندگی میکردیم بین همه دوستا بین همه خیشا اونمو رایج بود. و دوران طفولیت یک مقدارش در پاکستان سپری شده، یک مقدارش بسیار کمش در ولایت ننگرهار در شهر جلال‌آباد سپری شده و قسمت بیشتر از زندگی ما در کابل سپری شده. اما دوستایی که در زمان طفولیت بودن اکثرا خویشاوندا بودن، بچه کاکا، بچه ماما، بچه خاله. اکثرا ما در جایی که زندگی میکردیم اونجا همی خانه کاکا، ماما، خاله اینا نزدیک یکی دیگه بود. یک اولی نبودیم اما نزدیک بود یکی با دیگه. ما اکثرا دوستای ما مامونا بودن. و بعد از اینکه باز در اینجا آمدیم، کابل آمدیم، باز دوران مکتب یک قسمت چه در ولایت ننگرهار خان سپری کردیم و بعد از صنف 6 تقریبا در کابل شروع کردیم که بعضی از صنف 12 هم که فارغ شدیم در کابل هم اینجا، بعد از باز پانتون همچنان در کابل خواندیم، تخصص همچنان هم اینجا گرفتیم. دیگه تمام زندگی هم اینجا سپری شد. بسیار عالی. دکتر صاحب حال بر ما بگوین از دوران مکتبتان، گفتین که تا صنف 6 در ولایت زیبای ننگرهار سپری کردین بله. و اونجا تدریس درس خواندین و بعد از اون در کابل آمدین. بر ما از شوخی هایتان از دوران بگوین، گاهی مکتب گریزی کردین نکردین و در فایل یا مولاین چندم صنف بودین؟ چیزی که جالب است یک قسمتی از مکتب در زمان طالبا خواندیم. در زمان طالبا چیز جالبی که وجود داشت، ما باید ناگزیر ما باید لونگی می‌زدیم، در حالی که ما صنف 2-3 مکتب بودیم. حتما فقط حتما معلوم میشه هست یک تصویر شاز از اون زمان، متأسفانه فعلا من نمی‌فهمم کجاست پیشم که معمور برتن نشان میداد که ما ناگزیر باید لونگی می‌زدیم. صنف 2 یا 3 مکتب بودیم، این خاطره بسیار جالب بود که از خود ما که لنگوتی ما کلان بود که مثلا ما تا مکتب که میرفتیم درا او را مثلا نمی پوشیم، دان درازی مکتب که میرسیدیم با جک صنفی از دیگه صنفی را باز یادم یک مال لنگوتی شه بر جور میکردیم لنگی میزدیم. خب خود ما نیده خب مقصد هور قم لنگی مسلکی خب امیال هم نمیتونیم زدم و بالاخره یک چیزی باید دسترت می بود. خلاص یک از خاطرات جالب امی است که در اون زمان ما در اون زمان یه قدر سختگیری وجود داشت که بالای اطفال مکتب
چی میشد از لونگی میزد. چیز دیگه بسیار جالب است که من که نو در مکتب شامل میشدم، صنف اول ما نخواندیم در مکتب، ما راستن صنف دو شامل شدیم. در صنف دو گرفتیم وقت طالبا بود، گفتن خب ما اگر میخواییم صنف دو شامل شد باید صنف اول اینا امتحان بدن، از اینا ما امتحان میگیریم که اگر کامیاب شدن صنف دو نه صنف دو شامل شد میکنیم. من که رفتم برای امو استادی که بود یک طالب بود دیگه، دمو زمان مرا گفت که سردختن اشتکو 44. ما 44 چون در خانک پدر ما بر ما درس داده بود به اعداد انگلیسی درس داده بود. ما 44 را به انگلیسی نوشته کردم برشان، به حروف انگلیسی نوشته کردم. اما اونا گفت نه، گفت فارسی نوشته کن. ما گفتم دیگه شاید ندارم. و یه اون بسیار خاطره جالب بود که همون زمان، یعنی فکر کنین یک حساسیت وجود داشت که من 44 را که به حروف انگلیسی نوشته کرده بودم سر دفتر قبول نبود، باید میگفت به حروف فارسی نوشته شد. حالا اگر انگلیسی نوشته کنین چقدر تشویق میشه کلگی به خاطر از اینکه بله. یک زبان دیگه بخش دیگه بله. از خاطرات از زندگی است، همه چیز خاطره میمونه. واقعا خاطرات خوب و بد باقی میمونه و زمانی که مثلا شما میگین واقعا زمان سخت را شما درس خواندین و ما افتخار میکنیم به چنین دکترانی که در جامعه داریم که همیشه و همیشه در هر حالت در کنار هموطنا بودن. بیره باید هیچ وقت فراموش نکنیم که اگر ما آل صحتمند هستیم و کرونا را شاید بعضی به مشکل سپری کردن، بعضی اصلا سپری نکردن، تمامش تمام به خاطر دکتر صاحب هستن که همیشه سپر بودن بر ما. واقعا دست افتخار ما هستیم. بریم دوران پنتون؟ بله بله های بری. بله رفتیم. دکتر دارم میخوام بگم بله رفتیم. شما بخواهد به سادگی میریم دیگه، همین به سادگی رفتم میشه. دکتر صاحب از دوران پنتون به ما قصه کنین که در اوج چقدر شوخ بودین و یکی از خاطرات تو دوران و یکی از صنفی هایی که همیشه پارتنر شوخی هایتان بوده قصه کنین. بله. دوران پنتون ما در سال 1387 امتحان کنکور دادیم. در سال 1388 شامل پنزه طب مالجوی پنتون تیبی کابل شدیم. در او زمان در روزای اولی که آدم میره همه چیز یک هوای دیگه داشته میباشه، یک محیط تازه است، بخصوص وقتی شامل پنزه طب میشیم مزامینی را میخوانی که قبلا هیچگاه در او بارد شاید معلومات نداشته باشی و نخوانده باشی. اما جالبی که ما دوستایی که بودیم، صنفیایی که بودیم، خیلی با هم صمیمی بودیم. از جمله همو دوستای ما فعلا اونا خیلی دکترای کلان هستن، مثلا دکتر صاحب احمد جاوید یوسفی متخصص امراض عقلی عصبی هستن، بسیار همچنان دکتر صاحب انس، دکتر صاحب افیس، همچنان اینا کلشان دوستایی بودن که ما در هم دوران پنتون فکر کنین که 7 سال طب شانه به شانه خواندیم. در پنتون تیبی کابل قسم قانون بود که هر چوکی شماره داشت. بله. مثلا این رقم نبود که استاد بیاد از صنف مثلا آزیری بگیره، فقط میدید که هر شماره چوکی که خالی می بود امور غیر حاضر میکرد، دیگر حاضر بودن، خیلی زودی کار میشد. باز روزی که مثلا یکی از صنفیان هم میمد، ما خدا کش میگریم نزدیک کنیم که مو چوکی یا مو عدد مثلا پد شه، که اگر استاد مثلا متوجه نشوه که صنفی ما غیر حاضر نشه. اما پارتنر شوخی های ما، پارتنر درس های ما، خب کل عمر شوخی هم نبود، درس هم میخوند. پارتنر درس های ما، پارتنر شوخی های ما دکتر صاحب احمد جاوید که همیشه هست، دکتر صاحب حفیظ الله فیضی، دکتر صاحب انس، دکتر صاحب میرویس زیاد هستن که حالا مگه نام بگیرم کس خفه نشن، مال نام از اینا رو گرفتم دیگر ها خفه نشن. ما خیلی دوستانه با هم بودیم. ما چون طب یک پنزه مشکل بود، ما شبا و روزا خانه یکی دیگه می بودیم، ما درس می خواندیم دیگه. ای بسیار یک دوران خوب بود بر ما، بر علاوه که یعنی امتحانات چه کشیده که در طب امتحانات خیلی مشکل بود واقعا، اما غیر از روزای امتحان دیگه تمام روزایی که ما با هم می بودیم تمامش آل بر ما خاطره است، تمامش از جمله خوبترین ایام زندگی ما است. و یک خاطره جالبه که از او زمان برتان قصه کنیم است که ما یک مضمون داشتیم به نام مضمون جلدی. مضمون جلدی بسیار مشکل بود، استادایم که بودن خیلی سختگیری میکردن و سوالای مشکل میآوردن بر ما در امتحان. اما ما به این مضمون 7 روز وقفه داشتیم. در 7 روز چون خانه ما او زمان در مکریان بود، در اونجا جای تنگ است، میفهمین که یک شوخی کنم در مکریان خیلی قدر جای تنگ میباشه، اگر در اتاق پلو اگر گپم در دلت بگرده در اتاق پلو میفهمن یک چون پدیوال است. با از او خاطر من اکثرا در خانه خود درس نمیخوانم،
باز ما میرفتم خانه دکتر صاحب حفیظشان، موضوع نو چون ما شبیه درس خواندن ما با هم یکی بود، یک قسم درس میخوانیم، تحلیلی درس میخواندیم. ما میشه درس ما تحلیلی بود. بلند میخوانن مثلا یک چیز کرد نکنم ترم کنم فقط که نه هدف ما اوش نبود، هدف ما این بود که ما همیشه میخونیک نمیکردیم درس ها، ما باید هر موضوع را هم مفهوم اصلیش هم میفهمیدیم و تحلیل میکردیم. ما به امتحان جلدی 7 روز وقفه داشتیم، در امی 7 روز من خانه دکتر صاحب حفیظشان بودم، اونای گولی کلان داشتن و میرفتم یک سالون جداگانه که مزاحمت نبود ما میتونستیم درس بخونیم. ما همیشه قانون ما این بود که همون یک کتاب دو بار خلاص میکردیم، یک بار خوب اساسی میخونیم، بار دیگه یک مرور میکردیم بار دو. ما در امی 7 روز قسم تقسیم کرده بودیم که در 5 روز اول باید امی کتاب جلدی را یک بار خلاص بکنیم، بعد از او در 2 روز دیگه یک باری مرور بکنیم. امی شب پنجم بود ما نو یک بار کتاب خلاص کرده بودیم جدیده که دکتر صاحب همنامم دکتر صاحب شفی فیاض همسینفی پنتونم او تماس گرفت، گفت چطور است درس خواندین نخواندین؟ گفتیم خوب است، والا یک دفعه خواندیم. گفتیم خودت چطور؟ گفت والا ما یک 4 پیره زدیم. چهار پیره آمیانه گفت، گفت الان یک 4 پیره زردیم. گفت که ما بیایم کتان یک جای بخوانیم، حال از خانیت کسا جواب داد نمیتونید؟ گفتیم بیا. خوی هم آمد دیگه شب پنجم است، نمی شب پنجم ای آمد دکتر حفیظ، گفتم که دکتر صاحب شفی زیاد خوانده 4 پیره زده گفتیم خودش. من گفتم یک سوال کوزی، خو یک سوال کردم از دکتر شفی آدم نفهمید. تصادف یک سوال دکتر حفیظ که تو سوالام جواب داد نتونست، بالاخره بعد یک سوال من پیشش کردم، میگفتم این یک سوال آسان، او رو هم نفهمید. بالاخره من یک شوخی کردم که تاله میشه یاد میکنیم، گفتم والا 4 پیره زدی خو سوری ناوردی. این از جمله ما گفتیم والا 4 پیره زدی خو سوری ناوردی. تا حالی که با هم میشینیم ما دکتر صاحب شفیع فیاض و دکتر صاحب حفیظ فیضی همیشه ای را یاد میکنیم. پس این خاطراتی است که میمونه واقعا. ما هر باری که دوستا با هم میباشیم، حتی طرف یکی دیگه هم که ببینیم امو خاطرات یاد ما میاد و حرف هم اگه نزنیم ما حتما خنده میکنیم. باز می چرا خنده کردی؟ این فلان گپ یاد ما اومد دیگه، خاطرات از زندگی است میگذره. بلاستش شما هم یک دفعه رو که ما هم یک پیره زده بودیم، من سوری آورده بودیم، سوری ما یاد گرفته بودیم، در بست بود از اون خاطر مفاد کرده بودیم. بله بله مفاد کرده بودیم. خاطرات خوبی است که هر بار که یاد میشم آدم خوشحال میشم. استاد از شاگرد های پنتون تان، دانش آموزانی که در پنتون تان هستن بر ما بگویین، دانش آموزان شوخ هم در سن بدون شک هست، یعنی در هیچ سن نیست که مثلا کلش آرام باشن. رفتارتون با اونا چگونه است؟ یعنی کسی که شوخ هست جزایشی است که بیرون از سن باشه، جزایشی است که یعنی یک جزای خطبن یا شما نمره کم میشه، یک موضوعی هستن، شما چه جزایی برشان تعیین کردید؟ حالا اگر ما بگیم که دستات ما کس شوخی نمیکنه، خود گفتین کور قم قم کان نداره. یعنی واقعا ما براتون بگیم که کسایی که فعلا شاگرد عزیز ما میبینن، محصلین عزیز دکتر صاحب عزیز میبینن، شما باور کنین که ما تال کسی را از صنف بیرون نکردیم، تال این رقم هم نشده که ما درس بدم کسی اذیت کرده باشه، کسی مزاحمت کرده باشه. چون ما در فضای صنف را قسمی می سازم که کسی احساس نمی کنه که استاد در صنف است، کسی احساس می کنه که یک دوستشان است، کسی احساس می کنه که یک برادرشان است، کسی احساس می کنه که یک رفیق نزدیکشان است که آمده که از اینا همکاری بکنه تا اون چند کلمه را که یاد داره به اینا یاد بده. و معمولا هیچ گاهی ما از مثل چند موضوع را نشنیدیم، یکی که تا حال یک سن فرما شاگردان نگفتند در جریان درس که امروز استاد بس از خسته شدیم، تا حال کسی خسته نشده، تا حال کسی و چیز دیگه که تا حال کسی از تدریس ما شکایت نکرده. حتی کسایی که میبینن شاهد هستن، پنتونا هم شاهد هستن و شاگردان همچنان شاهد هستن که اکثرا پیشنهاد شده که بعضی صنفا پیشنهاد دادن که باید ما اونا را درس بدم، اما هیچ گاهی تو نشده که شکایت کرده باشن که ما از فلان استاد یاد نمیگیریم یا این رقم. و چون این رقم نشدم که من مثلا بالای کسی قهر شده باشم، او را از صنف بیرون کرده باشم، چون به روز اول به اونا میگم بعضی قوانینه، بگم مثلا ما در صنف هستیم، آمدیم که بر شما چند موضوعی را که یاد دارم برتان یاد بدم، هیچ وقت احساس نکنین که اینجا برتان استاد است، مثل یک دوستتان احساس بکنین، هر سوال داشتین برتان جواب میدیم. دیگه شاگرد میره میخواد، شاگرد چی میخواد؟ و قانون مایی است که من میگم که شما حق دارین گپ بزنین، اما وقتی که من آرام بودم، هر وقتی که من حرف زدم دیگه اخلاق اجتماعی شما آرام باشین، من آرام شدم شما حرف بزنین، مشکل نیست. پس همین باعث ازی میشه که شاگردا هیچ گاهی خسته نشن،
وقتی شاگرد در ساعت یک استاد خسته نشه، درس را یاد بگیره، هیچگاه شوخی هم نمیکنه، مزاحمت هم نمیکنه. مزاحمت از این پیدا میشه که درس برای یک شاگرد خسته کننده و بر خود یک سرگرمی دیگه پیدا بکنه. اما وقتی که درس را خسته کننده نسازی، من میشه درس را قسم ارتباط میتم، مثلا من چون پنزه تب درس میتم، از اون داخله درس میتم. مثلا به شاگردان میگم که مثلا شما فکر کنین امیال شما در ماینه خانه هستین، اینی رقم یک مریض میایه مثلا میگه که سینم درد میکنه، این درد طرف دست چپم میره، اینقدر وقت میشه، این درد با فعالیت زیاد میشه، شما با اولین چیزی که حدس میزنین این درد قلبی است. وقتی که شما اینقدر یک موضوع رو به یک شاگرد با ارزش بسازین، او هیچ گاهی رو نادیده نمیگیره که شما درس بدین او صحبت بکنه. و اکثرا زیادترین نمره را هم در صنف های من میگیره. کامیابی و ناکامی یک چیز معمول است. بعضی شاگردان ناکام میشن، بعضی کسایی هستن که در چانس 34 پیش من ناکام میشن، اما واقعا او بسیار تعداد کم میباشه. پس تا حال کسی ایت یک بینزاکتی نکرده که ما به زود جزا تعیین بکنیم، اما انشالله بعد از یوم نکنن. اگر بله دکتر سرکوش گفتم استاد ما هم می بودین، حالا صدای ما خفه نشه، چرا من سوره گپ هم می زنم، اکل صدای ما دوست داشتم. امروز روز بارانی است، اگر نه ما شما یک بار می رفتیم پنتون، شما داخل یک صنف با بعضی شاگردا مصاحبه می کردین، با اونا صحبت می کردین که امی موضوعات کلان درتان واضح میشه. ما به بله. شما و به گفتان باور داریم. انشالله باور داریم. انشالله بله 100%. ولی ما از تمام استادان خاطرات خوش دارم، یعنی در استادایی که درس داشتیم. بدون شک بعضی وقتا سرم قهر میشدن، ولی من گناه خودم میدانستم چون گناهیم بود. روال معمول است. قبول میکنم گناه ما و یک قرار میشه من قبول داشتم. ولی در کل تمام استادا، تمام معلمین با ما افتخار هست و ما دوستشان داریم. واقعا یکی یک چیزی رو به ما میآموزن، این همی همه چیز است برای ما دیگه. حق قاشدن را در خانه پدر مادرم کار میشه، در سر خور بیادرم کار میشه، سر آدم دیگه خوی گپ وادیست. استاد دفکای گفتن چطور هستین؟ در چیزی که دال بگیم زیاد مهارت دارم در فکای گفتن، چه قسمی که بین دوستا همیشه وقتی که ما می باشیم خو یا بس از مریض و مریضداری و طبابت است، یا بس از شوخی و خنده است. اما اکثرا نسبت به ای که ما دکترها وقتی که با هم باشیم، اگر یک بس راجع به یک مریض باشه، راجع به یک مشکل جامعه ما باشه، حتما بس دیگر راجع به ایست که ما با هم به می هدف شیشته می باشیم که حتما یک تفریح داشته باشیم. باز اکثرا هم در زمان پنتون و هم آل در هر مجلسی که همراه دوستا و رفیقای پنتونم حتما باشیم، حتما یک فکایی از من میشنوند. پس ما از شما میشنوند. و او خب فکایی اگرچه فکایی گفتن یک هنر داره، هر کسی هم فکایی خوب گفتن نمیتونه. من این هنر زیاد ندارم، اما خیر برتون یک فکایی میگم، خدا کنه که خدا کنه که برتون جالب باشه. خب خانه یک نفر میگن که دوز آمد، خانه یک نفر دوز آمد، داخل اولی از اینا یک دایره کشید، در این دایره همی زنش و شوهرش و اولادایش و بچه و دختر کلشان داخل دایره استاد کرد، گفت که اگر حتی پایتان هم از دایره کشیدین، یک نفر با تفنگ پیشان استاد بود بالای سرشان، اگر پایتان هم از دایره کشیدین اونه فایر میکنم من. و دیگه نفرها رو وظیفه داد که تمام خانیزی تمام مال ازی رو ببرن باید. خب یک وقت شد که موتر آوردن و پر کردن، دوزا کل مال خانه ازی رو بردن، دوزا رفتن. بالاخره زنش به شوهرش گفت، حالا من خود زن بودم، من خانم بودم، تو خود مرد بودی، با مرد جانت گفت، فقط بیغیرت بودی، گفت بی گفت کل کالا را برد، گفت هیچ چیز کردن نتونستی. گفت نه چطور چیز کردن نتونستم؟ گفت مام دلشان را بد کردم. گفت چطور؟ گفت فکرش که نمیشد پای خود از خط میکشید. گفت وقتی فکرشان نمیبود پایم از خط میکشیدم. دیگه یگانه کار کلان کرد. آه بسیار کار کلان کرده بودم. و من حتی اکثرا در صنف هم گفتم مگه شما ببینین در یک صنف حتی احساس نمی کنین که اینجا یک استاد برشان استاد است. من حتی وقتی که یک موضوع رو ببینم که خیلی ها جدی میشه موضوع، خیلی ها مغلق میشه، من یک بریک میگیرم، یک وقفه میگیرم که در وقفه من یک خاطره جالب برشان میگم، بالاخره یک گپی میگم که اینا خنده بکنن، یا یک فکایی برشان میگم که بالاخره یک تفریح شوه که درس به اینا خسته کن نشوه. و اکثرا دمو مزاق اینا یادم میگیرن فعلا. اقدر که صنف باز باشه، شاگرد به نظرم آزاد باشه و خیلی مناقشه شوه، دیسکشن شوه. مثلا در صنفی که من میرم قسمی نیست که تنها من گپ میزنم، دیگه همه یک ساعت آرام هستن، اون رقم نیست، من وقت میتم اینا گپ بزنن.
وقتی یک سوال پیدا میشه در جریان درس، ما وقت مثلا درس توقف میدیم، درس استیره، همین سوال به چک نمره تعیین میکنیم. مثلا هر کسی این سوال فامید جوابشه، 5 نمره داره در امتحان یا 10 نمره داره. باز همین چیزیست که همگی فکرشان را در کار مندازن، تحلیل میکنن. اکثر سوالا میخانیکی نمیباشه که یک چیز شما تعریف کنین، یک چیز تحلیلی میباشه که شاگرد باید فکر کنه و ما را قناعت بده. اگرچه سیستم درسی ما در افغانستان خیلی خشک است، اکثر کسایی که درس نمیخوانن، اکثر کسایی که از درس ناراض هستن، معلمین متعلمینی که پنتون نمیرن، مکتب نمیرن، یا میرن به جبر به خاطر ترس فامیل میرن، علت همی است که درس قسمی داده شده که بعضی ها نسبت به درس زیاد ترس داده شده. ما از پوهنتون پریشانتون جور کردیم، ما درس نمیدیم، ما ترس میدیم، در حالی که با امتحان یک شاگرد باید خیلی راحت باشه. چیزی نیست که آدم کسی را محاکمه بکنه. حوال به تمی انگیزه به یک شاگرد بیتی در صنف که ما اومدیم که تو را درس بدم. وقتی که درس بردادم، اگه درس خوندی کامیاب میشی، اگه نخوندی ناکام میشی، اگه ناکام شدی به ایوانو نیست تو را کسی شرم میکشه. یعنی تو تلاش نکردی، باز تلاش که کامیاب میشی، کدام مشکل نیست، همین مسئولیت است که میره باید یاد بگیری. اگه ما به انگیزه بریم فکر میکنم که همگی درس ها میخوانن، خسته کنم برشان نمیشه. واقعا همه قسم است. دکتر سرما یک فکری برتان میگم. خب یک نفر میره پیش دکتر، دکتر صاحب راستی میره پیش دکتر صاحب، میگه من ماینه کنم، خب کجای درد میکنه؟ میگه تو دکتر هستی یا من؟ خب پیدا کن کجای درد میکنه. دکتر برش خط عملیات میتونه، میگه دوست از این را قطع کنه. میگه دکتر صاحب سر مدن میکنه، میگه تو دکتر هستی یا من؟ حالا شما تو کار نکنی کدام وقت؟ نه ما با مریضا خیلی ها یعنی کس اومده باشه برتون، یعنی گفته باشه که مثلا، یعنی نگفته باشه کجایم درد میکنه، یعنی فقط اومده باشه. بله واقعا موضوع پیش اومده. ببین سطح دانش مردم ما بسیار پایین است، بعضن مریضایی که مراجعه میکنن درست تاریخ چنه میدن. اگر بگی سر درد میکنه میگا، اگر بگی جان درد میکنه میگا، اگر بگی تاو داری میگا. ما اکثرا یک قانون داریم در طبابت، ما هیچ وقت گپ دهن مریض نمیدیم، به زبانش نمیاریم. اگر ما مریض پرسان کنیم که سر درد میکنه، میگه درد میکنه. ما قانون داریم در طبابت. ما هیچ وقت چی نمیکنیم؟ انفورمیشن کوئسچن نمیکنیم. از یه چیز معلوماتی برزون نمیگیم. مثلا ما چی میگیم به مریض؟ ما میگیم چی مشکل داری؟ که خودش قصه کنه. بعضی وقت بیبی که یک مریض هیچ درست تاریخچه نمیده، بالاخره ای که واقعا از یک مریض تو واقعا مشکلش بگیری و گپ دلش بدانی خیلی مشکل است. بعضی مریضایی که مراجعه میکنن درست تاریخچه نمیدن، که وقتی ما تاریخچه درست نگیریم، من نظر تابت اگر ما یک تاریخچه درست از یک مریض بگیریم، همین تاریخچه درست میگه 50% تشخیص عوض میکنه. وقتی یک مریض برای ما درست تاریخچه نده نمیشه. واقعا بعضی وقت مریضا مراجعه میکنن درست تاریخچه نمیدن، یا مثلا پیش ما مراجعه میکنن، چیز برام بسیار جالب است، پیش ما مراجعه میکنه یک دختر یک پسر آورده، میگه بالای زی حمله میآید. خب میبینی یعنی چی مشکل پیدا میشه؟ هیچ می سرش حمله میآید. نمیگم بگو چی میشه. این مفته زوف میکنه، از گپ زدن میمونه، دستش فلج میشه، پایش فلج میشه، عصبانی میشه، چی میشه؟ نه ببینید خب حمله میآید دیگه. نه؟ بله. این ما این قم مریض هم داریم، اما بعضی راه هایی هست که باز ما او را میفهم که چه قسم از یک مریض باید ما گپ بگیریم که واقعا چیزی که در دلش هست، واقعا چیزی که مشکل اصلی سمور ما پیدا بکنیم. بله دکتر صاحب، به عنوان آخرین پرسش شما و آخرین چیزی که ما از شما میخواییم، بخاطر که بخش گیم ما شروع میشه، ما در مورد ای که شما شاعر هستین در اول برنامه یاد کردیم و شما هم گفتین، میخواییم یک دکلمه قشنگ و زیبا از شما داشته باشیم، یکی از آهنگ یکی از شعرهای خیلی زیبایتانه. یک از آهنگ های زیبا آهنگم شده. بله ولی تصادفاً اکثریت شعرهای مرا که مردم میشناسن از روی زمان آهنگایی که اجرا شده میشناسن. ما اگرچه خودم شعر نوشتم میکنم، اما دکلمه زیاد بلد نیستم، اما کوشش میکنم بر شما یک شعر را به خانش بگیرم. میشنویم؟ خب اگرچه ما در حال خودم شعر نوشتم میکنم، خوب دکلمه هم نمیتونم، اما خیر یکی از اشعار ما برتان به خانش میگیرم. میشنویم؟ انشالله خوشتان بیایم، مورد پسند دوستا هم قرار بگیره، و اگر اشتباهی داشته باشه دوستایی که در بخش ادبیات کار میکنن ما را عفو کنن. میخواهش میکنیم. بسیار عالی است. من مشنیدیم به او خاطر میگم عالی است. زنده باشین، لطف دارین. خب اگر نیایی من از انتظار میمیرم، اگر نیایی من از انتظار میمیرم، تو ناجوان که شوی بار بار میمیرم. گمان مکن که فراموش گشته ای عشقم، گمان مکن که فراموش گشته ای عشقم، به هر بهار که رسد بی بهار میمیرم،
مگو به خاطر من هیچ نیستی هستی، مگو به خاطر من هیچ نیستی هستی، تو رد شوی اگر از این کنار میمیرم. میان باغچه چشم تو وطن دارم، اگر که سوی تو آید غبار میمیرم. منم که هیچ کسم نیست در دیار خودم، مسافرم که به خط قطار میمیرم. اگر نیایی من از انتظار میمیرم، تو ناجوان که شوی بار بار میمیرم. بسیار عالی، بسیار قشنگ. دکتر صاحب آل خامده دگر چرا دکتر صاحب؟ خوی پیش از آمدن بود ولی خوب میتونن نظر گپ بگریزن. بله من بین دوستای من بمی مشهور است میگه کس که تو مزاق من میتونه میخواد حاضر جواب هستین. بله من زود فرار کردم میتونی زود فرار میکنم. بسیار تشکر دکتر صاحب که در بخش سوالات در کنار ما بودین. دکتر صاحب بخش گیم مانده و هموطنان عزیز ما دکتر صاحب میریم در بخش گیم. ما رو همراه باشین و بیننده باشین، گیم بسیار جالب هستم. هموطنان عزیز بخش گیم هست، در این بخش گیم کاملا جدید هست که در دیگه برنامه تا حالا بازی نکردیم. مسابقه آبخوری هست که ما و دکتر صاحب هر کدوم تانستیم دو گلاس آب از این گلاس ها را تمام کنیم برنده است. دکتر صاحب مرا چنین میتونه تا حالا کسی مرا در گیم نبرده؟ ببینیم. یه اولین بار است که میبازم. یعنی باخت قبول داره؟ نه. پس بیننده باشین هموطنان عزیز. من آب به اندازه که بر خود مندازم بر دکتر هم اما قرار مندازم. دکتر تو چرا دزایی میکنی؟ اندازه رو میبینم. پس زیاد سخت میگه زیاد سختین آب من و اون یک کمک راستیم آب دکتر تو جاده سن کمک بختر از اینکه باز هموطنان میگن که مسئولات تو چرا قانقری میکنی؟ اما جالب است که مسئول جان میگه چهار ماه میشه که او نخوردن. خوب تشنه. تشنه آب. سه دو یک. خلاص شد باختی. نه از شما مانده دکتر تو گلاسه اولا ما اول خلاص کردم. ای دوست نمیدونست در انگلستانه نه که میبینم میبری کتاک دست گل میکپ های پاک شد یک میکپ تامانی شده گلاس دو میکپ تر شکم مرد شد لردو شکم منداختی کهش معلوم نمیشد. خب دکتر سبت من زیادتر شد سرشتان. سه دو یک. شما مانده نمونده نمونده خلاص هست. ببینید از من هیچی نمونده از دکتر صاحب. دیدین من بردم دکتر صاحب اولین باخت تا نبرد تبریک میگم. آه مادر من دیگه خیستن هم میتونم. یعنی من قهوه خوردم هیچ باورم نمیشه. چه خلاص شد حاضر از دیگه شیمه نمونده. فکر میکنم دیگه نمیشه. زنده باشین. نه دیگه بیخی جایی نموده ولی من بردم. همتنانیز برد خدا و باخت دکتر صاحب برشان تبریک میگم. بازم بسیار تشکر دکتر صاحب از که در برنامه امروی ما بوده، از که گیم بازی کردین، از که به سوالات ما پاسخ جهان سپاس. زنده باشین. تشکر شما هم خیلی لطف کردین که خانه ما آمدین. همیشه بیاین خانه خودتان است. زنده باشین. تشکر خدا کنه که لحظاتی که بودیم شوخیایی کردیم انشالله که وقتی بیدین دا خوش گذشته باشه و مورد پسندشون واقعی شه. فقط جونجوری و صحت و سلامتی همه گیره میخواییم و ویروس کرونا رو هم جدی بگیرن و مراد بکنن بخاطر که موجود هم در راه است که انشالله خدای نخواسته مصاب نشن. ایام به کامشان با بسیار تشکر.
هموطنان بسیار تشکر از اینکه بیننده برنامه همگام با مستوره بودین. همیشه همین گونه همگام با برنامه های تلویزیون آریانا باشین. برنامه های تلویزیون آریانا، چینل یوتیوب آریانا و همچنان فراموش نکنید که ما هر هفته در خدمت شما ایزان هستیم با برنامه همگام با مستوره. تا برنامه بعد، بدرود.